سلام بس کن. بیا تو. چی شده؟ این شاهزادمو چرا گریه میکنی؟ نخوابیده؟ نه. حالش که خوبه؟ بله. بدش به من. عزیزم دیگه یواش یواش منو هم میشناسه. همین که بغلم اومد ساکت شد. چی شده تارا جان؟ ببینم تو حالت خوبه؟ بله. تو میدونی که همیشه میتونی با هم حرف بزنی، لازم نیست از چیزی بترسی. من میخوام از اینجا برم. کجا میری؟ نمیدونم کجا برم، اما فقط یه خواهر داشتم، اونم دوباره برگشت و فامیل دیگه ای هم ندارم، اما شما حتما یه مؤسسه چیزی میشناسید که اونجا زنای بی پناهی مثل من برن زندگی کنن. با اونجا موندن من هیچ که هیچ اعتراضی نمیتونه بکنه و مشکل محرم و نامحرمیت هم نیست. و شما لطفا یه جایی رو به هم بگید، جایی که من و ارسلان بتونیم با آرامش اونجا زندگی کنیم. راستش خیلی جاها رو میشناسم که زنهای بی پناه اونجا زندگی میکنن، اما تارا جان تو بی پناه نیستی، من و مادر کنارت هستیم. این خونه همونقدر که برای منه برای آرمانم هست، پس با همین حق تو هم میتونی اینجا راحت زندگی کنی. اما این مردم مهم نیستن، چون کارشون حرف در آوردنه و اینکه اونا چه فکر میکنن و ولش کن. ما نمیتونیم با فکر کردن به مردم زندگیمونو ادامه بدیم و باور کن تا چند روز دیگه همه چیزو فراموش میکنن. واسه همین راحت باش و با آرامش اینجا زندگی کن. باشه؟ ببین دخترم، من و پسرم ناچار و مجبور نیستیم که با شنیدن حرفای مردم تو رو از خونه بیرون کنیم. تو هم به هیچ وجه نیاز نیست نگران باشی، من و فرهان هستیم، حواسمون به همه چی هست. تو فقط مواظب پسرت باش. خانم بزرگ، وسایل آشپزخونه تموم شده. خب برو بخر، حتی یه کاری کن خانم کوچیکم با خودت ببر. اما مادر جون آخه من چی کار کنم؟ هیچ کاری نکن، فقط وسایلو بخر. این حواسش پرته، یه چیزی میگم یه چیز دیگه میخره. اگه تو بری من خیالم راحت تر میشه. مادر جون ارسلان خیلی وقته که خوابه، اگه من برم و بیدار بشه ممکنه خیلی اذیتتون بکنه. اون طفلک به هیچ وجه اذیتم نمیکنه. تو بهونه نیارو باهاش برو خرید. برو در رو باز کن، حتما یکی از همسایه هاست، ببرشون پذیرایی. تا اون موقع تارا میره حاضر میشه. برو. چشم خانم جان. تارا دخترم تو با خیال راحت برو، نگران ارسلان نباش، من مراقبشم. باشه؟ این روزا این همسایه ها خیلی نگران آبروی خونمون هستن. Thank you.
بزن. چرا من بهت زنگ زدم؟ من همین جوریشم حوصله ندارم. برای هر حرفی که زنگ زدی واضح بگو. دختر، به خاطر اون کسی که انقدر بی‌حوصله‌ای الان روبروی من وایستاده. نکنه تارا روبروت وایستاده؟ آره دیگه. درزم، این دختره چقدر چه سفیده. با وجود اون همه حرف شنیدن بازم از خونه اومده بیرون. ایرم، تو باید این کارو بکنی. اونو اینقدر تحقیر کن که حتی نتونه سرشو از خجالت بالا بیاره. من الان تو کوچه نه، بلکه تو سوپرمارکتم. دورو برام هم آدمای زیادی هستن. این که خیلی عالی شد. فرصتی بهتر از این نیست. اونقدر بهش تیکه بنداز و حرفای زشت بزن که قبل از بیرون شدن از خونه 10,000 بار فکر کنه. نگران نباش. این خواسته ی تو رو خیلی خوب میتونم به جا بیارم. تازه از دیشب به بدهکاره. برای تسویه حساب فرصتی بهتر از این نمیتونم گیر بیارم. این شد حرف حساب. باشه، بعدم با حرف میزنم. رانا، چقدر مونده؟ عجله کن، حتما ارسانان خیلی مادرجون رو اذیت کرده. خانم جان، تموم شد. هرچی نیاز بود خریدی؟ بریم خانم جان، اینا رو حساب کنیم. تو چه جور زنی هستی؟ آبروی شوهرت رو حفظ نکردی و با داداشش روی هم ریختی؟ بیچاره شوهرت. اون بیچاره فکر میکرد که زنش باهاش صادقه. راستی تو هیچ وقت نترسیدی؟ در واقع شما باید بترسین آبجیرم. به زن داداش داری تهمت میزنی ها. تهمت نیست، بلکه واقعیته. زرین با چشای خودش اینو با داداش فرهان دیده. زرین شاید اون لحظاتی هستش که تو اونو پیش داداش فرهان آدم بدی کردی. نه اینطور نیست ایرم. چرا همچین زنی را تو خونشون نگه داشتن؟ هرچی زودتر باید از خونشون بیرون بندازنش. نه، بیچاره ها نمیتونن از خونه بندازنش بیرون، چون داداش فرهانو خیلی خوب توی مشتش گرفته. اینجور زنها کارشون همینه. زن داداش